به نام خداوند بخشنده مهربان. مسئولیت ستایش مخصوص خداوند است که پروردگار همه جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ترجمة: همانا ما أمانت خیش را بر آسمانها و زمین و کوها عرض داشتیم، پس آنها از تحمل آن سر باز زدن و از آن ترسیدن و انسان آن را بر دوش گرفت که او بسیار ستمکار و نادان است. گواهی می دهم بر این که جز الله واحد ولا شریک هیچ معبود دیگری وجود ندارد، و گواهی می دهم بر این که سرور و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. خدایا بر او و بر همه یاران و اصحاب او رحمت نما. و بعد، خداوند متعال انسان را طور عزت و کرامت داده که او را با دستان خدا فریده و در او از روح خود دمیده است، و بر فرشتگان دستور داده تا او را سجده نمایند، و او را بر بسیاری از مخلوقات خود با اموری بسیار برتری داده است. از آن جمله بار مسئولیت را بر دوش و نهاده، او را به احکام شرعی مکلف نموده است. پس هیچ انسان عاقل و رشید خالی از مسئولیت نمی باشد، قطع نظر از جایگاه و موقفش در مجتمع. پس هر شخص به اندازه توانایی و نطاق تحمل و وظایف به عهده داشتهش مسئول می باشد. بدون تردید مسئولیت پیش از آن که مقام و جایگاه باشد مکلفیت و امانت داری است، و کسی که آن را تنها جایگاه فکر نماید و برای رسیدن به آن تلاش نماید غالبا از لغزش ها و پیامد های آن در امان نمی باشد، و کسی آن را طوری عهدهدار گردد که حق آن را ادا نماید و پیام آن را برساند، حتما خداوند جل جلاله در انجام آن یاریش می نماید. در این باره پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با عبدالرحمن بن سمره فرموده: ای عبدالرحمن، هیچگاه امارت و ریاست را خواهش مکن، چون اگر ریاست و مسئولیت بدون درخواست برای داده شود در انجام آن خداوند یاریت می نماید، و اگر آن را با طلب و خواهش به دست بیاوری در انجام آن یاری نمی شوید و بار دوشت خواهد بود. و از ابی ذر رضی الله عنه روایت است که می گوید: گفتم ای رسول خدا، آیا مرا به حیث کارمند استخدام نمی کنی؟ فرمود: پس با دست خود به شانم کوبید و گفت: ای ابا ذر، تو ناتوان هستی و کار کردن در اداره و تحمل مسئولیت و امانت است، و آن در روز رستاخیز عار و پشیمانی است، مگر کسی که آن را کما حقه ادا نماید و در انجام آن کوتاهی نکنند. و مسئولیت دارای اشکال مختلف می باشد، از آن جمله مسئولیت خانواده. در واقع خانواده در استقرار و همبستگی مجتمع نقش بزرگی دارد، چون سنگ تهداب ساختار مجتمع و خط نخست دفاع آن را خانواده تشکیل می دهد. پدر و مادر در نزد خداوند مسئول ساختار و استقرار این خانواده می باشند، طوری که باید هر یکی آنها به درستی وظایف خود را ادا نمایند و حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. در حقیقت اسلام این وجایب و حقوق را بیان داشته و آن را میان افراد خانواده تقسیم و بخش نموده است، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: همه شما به منزله چوپان و مسئول از رعیتتان می باشید. پادشاه چوپان و مسئول از رعیتش، مرد چوپان اهل خود و مسئول از رعیت خود می باشد، زن چوپان خانه شوهر و مسئول از رعیت خود، و خادم چوپان مال بادار خود و مسئول از آن مال می باشد. پس همه شما چوپان و مسئول از رعیتتان می باشید. پس کامیابی و استقرار خانواده در گروی رعایت کردن حقوق و وجایب میان افراد آن و نادیده نگرفتن آن می باشد. پس مسئولیت میان افراد خانواده تکاملی و تبادلی می باشد. تبادل حقوق و وجایب احترام متبادل، طوری که هر فرد در خانواده نقش خود را با امانت داری و با وجه احسن انجام بدهد. ولی اگر کسی در انجام نقش خود تقصیر یا تفرید نماید و آن را ضایع سازد، پس در نزد خداوند متعال مسئول می باشد و از او پرسیده می شود که آیا این امانت را حفظ نموده یا ضایع ساخته است. زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: همانا خداوند از هر چوپان و مسئول پیرامون رعیتش سوال می کند که آیا از آن نگهداری نموده یا آن را ضایع ساخته است.
حتی که مرد درباره اهل و بیتش مورد بازخواست قرار می گیرد. همچنان می فرماید همین گناه در بزرگی برای انسان کافی است که زیر دستان خود را ضایع سازد. و برخی از اشکال مسئولیت، مسئولیت وظیفوی می باشد. موضوع مسئولیت به اندازه بزرگی وظیفه سپرده شده به هر مسئولی بزرگ و خطیر می شود. پس به اندازه که ساحه مسئولیت وسعت یابد، خواستار مواصفات و ویژگی های مخصوصی می شود. مانند برابری، کفایت، تجربه، امانتداری، توانایی بر انجام این مسئولیت و تحمل پیامدهای آن. چون هر شخص پیش نفس خود نزد مردم و نزد خداوند از آنچه که به او سپرده شده است مسئول می باشد. طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هر فردی که در دنیا متولی امور 10 نفر یا بیشتر از آن گردد در روز قیامت طوری حاضر کرده می شود که دستانش با زنجیر در گردنش بسته شده است. اگر در دنیا با رعیت خود رفتار نیکو کرده بود از آن قید آزاد می شود و اگر با آنها رفتار نیک نکرده بود بلکه در برابر آنها مرتکب جرم شده بود در همان قید باقی می ماند. همچنان هر کسی که متولی امور مردم میگردد یا مسئولیت ادای یکی از وظایف را عهده‌دار شود باید بداند که او به نیک رفتاری مامور است و همیشه خداوند او را نظارت میکند و باید درک کند که با مال عمومی تعامل میکند پس در حدود ادای وظیفه خود آن را تصرف نماید. پس به هیچ نامی نبخیلی کند و نبه روزی خود مال حرام را درآمیزد. با وجود آن تاکید میکنیم که نباید مسئول به هر سطحی که باشد بی پروا و سطحی نگر بوده باشد، به هر اندازه که موضوع به نظرش کوچک و عادی معلوم شود، چون گاهی به نادیده گرفتن امری که به نظر برخی ها کوچک میخورد ضرر بزرگ مرتب میگردد. و باید همه ما بدانیم که اعتماد به معنای پیگیری نکردن نیست و پیگیری و تعقیب کردن به معنای بی‌اعتمادی نیست. همچنان باید هر مسئول برای خود همکاران و معاونین توانمند و امانتدار را برگزیند. پس کسی که بر گروه مسلمانان مرد را بگمارد که در میان آنها شخص دیگری مصلحتر و توانمندتر بر ادای وظیفه بوده باشد، در واقع او در برابر امر خدا و پیامبر و وطن به امانت خیانت کرده است. و همچنین برخی از اشکال مسئولیت ها مسئولیت اجتماعی می باشد. به راستی اسلام شماری از قواعد اجتماعی را وضع نموده که از خلال آن امنیت و استقرار در زندگی تامین می گردد و بر زندگی قانون محبت، صمیمیت، احترام و همبستگی و تضامن اجتماعی بر اساس برابری میان همه افراد مجتمع حاکم می گردد. و در نتیجه همه افراد مجتمع مانند یک جسم می شوند. کسی که پیرامون حالات و واقعیت های مردم تعامل نماید کسانی را در می یابد که چیزی ندارد تا گرسنگی و بیماری خیش را در من نماید. همچنین بیوزنان، یتیمان، ناتوانان و سرپرستانی را در می یابد که نمی توانند نیازمندی های اولی خود را برآورده بسازند. پس بر آورده ساختن نیازمندی های آنها از مسئولیت های اجتماعی، شرعی و ملی می باشد، بلکه از جمله فرض های کفایی پنداشته می شود که اگر برخی ها آن را ادا نمایند از دوش دیگران ساقط می گردد و اگر هیچ کسی با آن نپردازد همگان گناهگار می شوند. در این خصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید از جمله امت و پیروان من نیست کسی که شکم خود را سیر می کند در حالی که همسایش گرسنه است و او می داند. در واقع پیامبر صلی الله علیه و سلم جایگاه انجام این مسئولیت اجتماعی را بلند برده است، طوری که برآورده ساختن نیازمندی های مردم را از اعتکاف در مسجد نبوی مقدم گردانیده است. از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است که میگوید روزی ما در یک سفر همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم روان بودیم. مردی سوار بر شترش آمد و با چشمانش به سوی راست و چپ می نگیرست. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس که می تواند به پشت سرش به شتر خود کسی را سوار نماید باید این کار را انجام بدهد و کسی که توشه بیشتر دارد باید به کسی که توشه ندارد بدهد. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود محبوب ترین انسان نزد خداوند کسی است که نفعش به دیگران برسد و محبوب ترین اعمال نزد الله وارد کردن خوشحالی به قلب مسلمان یا دور کردن غم و اندوه از قلب او و یاد کردن دین او و یا رفع نمودن گرسنگی از شکم او می باشد. و این که با برادرم بروم و نیازی او را برآورده بسازم برایم بهتر است و محبوبتر از یک ماه اعتکاف نشستن در این مسجد یعنی مسجد
مسجد نبوی می باشد و کسی که با برادرش می رود و نیاز او را برآورده می سازد خداوند متعال در روز قیامت گامها و قدمهای او را ثابت نگاه می دارد. و همیشه پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران خود را بر آورده ساختن نیازمندی های مردم و تلاش برای منافع آنها تشویق و پیگیری می نمود. روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: چه کسی از شما امروز روزدار بود؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمود: من امروز روزدار بودم. باز پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: پس چه کسی از شما امروز در پی جنازه رفته است؟ ابو بکر رضی الله عنه گفت: من. باز فرمود: پس کدام از شما امروز مسکینی را طعام داده است؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنه گفت: من. فرمود: کدام نفر از شما امروز به عیادت بیماری رفته است؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنه گفت: من. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: چون این کارها نزد هر شخصی جمع شود او را وارد بهشت می سازد. همچنین برخی از نمونه های مسئولیت، مسئولیت وطنی می باشد، چون وطن بر همه ما شما حق دارد و ما در برابر آن و برای حمایت و دفاع از آن و برای آبادانی و پیشرفت آن مسئولیتی بزرگی داریم. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران خود را طور تربیت نموده بود که فدا کردن جان و مالشان در راه دفاع از وطن و مقدسات آن را جهاد در راه خدا می پنداشتند. بزرگترین دلیل بر این مسئولیت این است که خداوند جل جلاله جایگاه و منزلت کسانی را بلند برده است که جان خود را برای دفاع از دین و وطنشان فدا نمودند، طوری که می فرماید: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. ترجمه: بیگمان خداوند از مؤمنان جانهایشان و اموالشان را خریده است با بهای اینکه بهشت برای آنها باشد، بدین صورت که در راه خدا جنگ میکنند پس میکشند و کشته میشوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. همچنین از جمله مسئولیت های ملی و وطنی کار و تلاش کردن برای آبادانی، پیشرفت و تقدم کشور می باشد، طوری که باید منفعت عمومی مقدم و ما فوق منفعت شخصی بوده باشد. کار و تلاش برای پیشرفت آن منسجم ساخته شود، اختلاف و پراگندگی های میان صفوف شهروندان از بین برده شود و باید همه من در قلب یک مرد بوده باشیم. زیرا خداوند دستور می دهد: و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. و همگی بر اسمان خدا یعنی قرآن و اسلام چنگ بزنید و پراگنده نشوید. در آیات دیگری می فرماید: ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. و با هم دیگر نزاع نکنید که سست شوید و قوت و محبت شما از میان برود، و صبر کنید، بیگمان خداوند با صابران است. و باید همه ایمان بدانیم روزی می رسد که برای همگان گفته می شود: وقفوهم انهم مسئولون. و آنها را نگاه دارید که یقینا باز خواهد شد. و باید این فرموده خداوند را درست درک و احساس کنیم: یوم ایزن توردون لا تخفا منکم خافیه. در آن روز شما همگی برای حسابرسی به پیشگاه خداوند عرضه می شوید و هیچ چیز از کارهای شما پنهان نخواهند ماند، چه موضوع کوچک باشد یا بزرگ. چون می فرماید: انها ان تکم مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. اگر عملی نیک یابد به اندازه سنگینی دانه خردل باشد، آنگاه در درون تخته سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد، خداوند آن را در روز قیامت برای حساب می آورد. بیگمان خداوند باریک بین و آگاه است. ستایش مخصوصی خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است. گواهی می دهم بر این که نیست معبودی برحق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. ای الله بر او و بر همه آل و اصحابش و بر کسانی که آنها را تا روز رستاخیز پیروی می کنند رحمت و سلامتی و برکت نازل فرما.
برادران مسلمان، پس از گذشت مدت کوتاه به استقبال یکی از موسمهای خیر و برکت و فرمان برداری خداوند می رویم و آن عبارت از ماه مبارک شعبان است. این ماهی است که همه اعمال انسان در آن به نزد خداوند متعال عرضه کرده می شود. بناً پیامبر صلی الله علیه و سلم این ماه را به افزایش طاعت و عبادت و نزدیکی به خداوند متعال اختصاص می داد. پس همیشه در این ماه روزه گرفتن را افزایش می داد، به درجه که بعضی اصحابش متوجه این اهتمام شدند و اسرار آن را از او صلی الله علیه و سلم پرسیدند. از اسامه بن زید رضی الله عنه روایت است که فرمود به پیامبر خدا گفتم ای رسول خدا، هیچ ماه دیگری را به اندازه ماه شعبان روزه نفلی نمیگیرین. فرمود این ماهی است که میان ماهای رجب و رمضان مردم از آن غافل هستند. این ماهی است که در آن اعمال به درگاه رب العالمین پیش کرده می شود. پس من دوست دارم اعمالم طوری نزد خداوند پیش کرده شود که روزه دار باشم. از مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه طور روزه می گرفت که می گفتیم هیچ افطار نمی کند و طور افطار می کرد که می گفتیم روزه نمی گیرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم را ندیدم که جز ماه رمضان دیگر هیچ ماه را کامل روزه گرفته باشد و ندیدم که هیچ ماه دیگری را به اندازه ماه شعبان روزه نفلی گرفته باشد. همچنین خداوند شب مبارک را مخصوص ماه شعبان گردانیده که در آن خداوند بر بندگان خود میتابد و به سوی آنها به دید مهربانی و رحمت مینگرد و بر آنها به بخشیدن گناهانشان و پوشانیدن عیوبشان احسان میکند. این شب عبارت از شب نیم شعبان است. از ابی موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود همانا خداوند در شب نیم شعبان میبراید، پس همه مخلوقات خود جز مشرکان می بخشد. و در روایت دیگری فرموده خداوند در شب نیم شعبان بر بندگان خود می تابد و گناه مؤمنان را می آمرزد و کفار را مهلت می دهد و اهل کینه و نفرت را به نفرتشان می گذارد تا او را دعا نمایند و از او طالب مغفرت کنند. پس بر ما لازم است تا با استفاده از فرصت این روزها را به انجام دادن بسیار طاعت و عبادت و کارهای نیک و نزدیکی جستن به خداوند متعال سپری نماییم. با تمسک به این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم همانا پروردگارتان در روزهای سال بخشش های دارد، پس خود را در معرض آن بخشش ها قرار دهید. اگر یکی از شما را این بخشش ها برسد هیچگاه بعد از آن بدبخت نمی شود. خدایا ما را بر یاد و ذکر خود، سپاسگزاری از خود و انجام عبادت درست خود یاری نما.